إن كتاب إيشان تعليقات إيشان بر فصوص الحكام تعليقات على شرح فصوص الحكام ومصباح الأنس نوشته آقای خمینی رهبر کبیر انقلاب سال 57 ناشر مؤسسه پاسدار اسلام قیمت 1800 ریال ایرانی در سال رجب 1410 در حوزه علمی قم دفتر تبلیغات اونجا چاپ شد. در اینجا بینندگان عزیز من صفحه 49 این کتاب ایشان این قول قیصری را شرح می دهد. قیصری قوله خذ واخرج به الى الناس اي خذه مني في سرك وغيبك واخرج به الى عالم الحس والشهاده بتعبيرك اياه وتقريرك معناه بعباره تناسبه واشاره توافقه. این همون کلامی بود که داوود ابن محمود قیصری در شرح کلام ابن عربی گفته بود که من براتون شرح زدم. آقای خمینی را چگونه شرح میزنه؟ خوب ببین، خیلی جالبه. قوله خذ واخرج به الى الناس، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب به ابن عربی گفت که این را بگیر و به سوی مردم برو، خارجش بکن به سوی مردم. ای خذه منی فی سرك و غیبک، یعنی این کتاب را در عالم سر و عالم غیبت از من بگیر و این را ظاهر بساز در عالم حس و شهادت به تعبیر کیا، با تعابیر خودت، با کلمات خودت و تقریر که معناه به عبارت تناسبه و اشارت توافقه. قوله به تعبیر کیه، قول قیصری به تعبیر کیه، اقول لیس ما ذکر تعبیرا بل تنزیل، فانما تلقاه سر اهل المعرفه من الکمل فی الحضره الغیبیه الروحانیه لا یکون له صوره مثالیه او ملکیه. سبحان الله. میگه که جناب قیصری تو چطور جرأت پیدا کردی که به شیخ اکبر، اینا ابن عربی را، مومیت الدین را ملقب کردن به شیخ اکبر. بله، شیخ اکبر مومیت الدین ابن عربیه، شیخ کبیر قونویه. قونوی هم ظاهرا یک شرحی داره بر همین کتاب فصوص الحکم. شما چرا گفتی به تعبیر که ایه؟ این تعبیر نیست، این تنزیله. تنزیل دوستان عزیز یعنی اون چیزی که خداوند بر حبیبش رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل بکنه، وحیه. ایشون میگه این وحیه، این تنزیله، قرآن کریم تنزیله، شما میدانید. میگه این تعبیر، تعبیر چی گفتی؟ اقول لیس ما ذکر تعبیرا، اون چیزی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته تعبیر نیست، بله اون تنزیله. به خاطر چی؟ فانما تلقاه سر اهل المعرفه من الکمل فی الحضره الغیبیه الروحانیه. میگه اون چیز را که در عالم باطن ابن عربی ملحد نجس که ادعا میکند که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته ام، اون سر اهل معرفت، اسرار و رازهای اهل معرفت، من الکمل فی الحضره الغیبیه الروحانیه، که این سر اهل معرفت را، رازها را ابن عربی از کاملین بله گرفته در حضرت غیبیه روحانیه. حالا این کلمات زیاد معناش مشخص نیست که منظورش چیه، حضرت غیبیه روحانیه. این رو باید خود آقای خمینی بگه که منظور چی حضرت غیبیه روحانیه. حضرت در زبان عربی دوستان به حضور میگوین، حاضر بودن، حضور غیبی روحانی. این کلمات خود اینا هم زیاد متوجه نیستن، خلاصه اینا عرفا زیاد از اینجوری، عرفا در این فن استادن که کلمات را که به این صورت معنای مثلا مبهمی دارد، غیبیه روحانیه معنویه، که از این امور چیزا بزنه که آدم فکر کنه که اینا شاید رفتن در اون دنیاها، خبری هست، اینا رفتن اونجا را دیدند، خبر آوردن که ماشاءالله چه مقاماتی دارن، بیا ما هم شاگردی بکنیم که شاید اینا به ما یاد بدن که ما به اون دنیا بریم، اونجا ما ببینیم که چه خبر. اینا همش خزعبلات دوستان. خلاصه حضرت غیبیه روحانیه منظورمون خوابه، خواب ابن عربیه، که خوابی که مخالف شرع باشد او ارزشی ندارد، او زنده خودش کافر عمری خواب دیده. تو از کجا میگی که اون از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفته یک عمری دشمن اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کرده برای هدایت مردم؟ خواب بینندگان عزیز،